سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید. روز شما، روز شما بخیر باشه. ممنونم. زنده باشین. امروز برای ما چی آوردین؟ امروز چند تا واژه برابر سازی شده در زمینه علوم کامپیوتری یا رایانه‌ای. بله. کامپیوتر گفتم که بدونیم که رایانه در واقع واژه‌ایه که بسیار تو این زمینه دوستان فرهنگستان زحمت کشتن و جلسات متعددی گذاشتن، واژه‌های کاربردی خیلی خوبی رو گذاشتن. بله. برای این قضیه، برای این زمینه، حالا خدمتتون چند تا واژه رو امروز آوردم. تلاشم برای اینه که تو برنامه‌های دیگه، تو زمینه‌های علوم دیگه هم این کار رو بکنیم. البته نمیشه خیلی بعضی از واژه‌های تخصصی رشته‌های متعدد علمی رو ما براش برابر سازی اعمال کنیم، نه اینکه برابر سازی نشده باشه، ولی تو محاوراتمون نمیتونیم. بیشتر تو زمینه همین علوم هست که این واژه‌ها تصویب میشه و کاربردش شاید خیلی برای مردم خیلی راحت نباشه. مثلا الان تو همین موضوعی که اشاره کردی، ما با بچه‌هایی که حالا رشته‌های مختلف رو دارن به صورت تخصصی دارن، حالا بعضی از رشته‌ها رو میخونن، دقیقاً همین مشکل و معضل هست براشون که میگن خب این کلمه الان اگر به فارسی برگردونده بشه، معنای درست اون کلمه‌ای که حالا یا اون چیزی که ما داریم رو نمیرسونه، یا اگر هم برسونه به قول معروف خیلی سخت میشه گفتنش. معمولا معنا رو میرسونه، چون اینا تو جلسات کارشناسی تصویب میشه. خب. و خیلی رو معنا تاکید میشه، یعنی به این شکل نیستش که اولین معنایی که به ذهن متبادر میشه بیان تصویبش کنن. ساعتها جلسه براش میذارن فرنگستان، معناها درسته، شاید جا نمیفته یا انقدر اون واژه قبلی، واژه‌ای که تو اون زبان علم هست، انقدر عمیق دیگه نهادینه شده در ذهن ما و به کار برده شده که دیگه الان کم سخته. خب. آره. ولی این واژه‌ای که من انتخاب کردم اتفاقا چون پرکاربرده، ما رایانه امروز در زندگیمون خیلی حضور داره. دقیقاً. خیلی از واژه‌هاشو استفاده می‌کنیم، چون دیگه خیلی از واژگان به دایره واژه‌های محاوره کشیده شده، این برابرها کاربردی هم هست. حتی الان من بگم ببینید خیلی‌هاشو ما داریم استفاده می‌کنیم. بله. واژه آپدیت که بپرسیم یا خودم؟ آره، نه میدونم، اصلا همین گوشی های همراهمون که دستمونه، خب همیشه میگیم که خب حالا آپدیتش کنیم، یعنی میدونم فلان نرم افزار رو بگیریم، فلان کار رو انجام بدیم، یا اصلا خودمون نمیدونم به روز بشیم و به قول معروف اون آپدیت بشیم. بله، آپدیت، به روز رسانی، اشاره کردیم تو صحبتاتون، به روز کردن، به روز رسانی نرم افزارها و حالا هر چیزی که کم کم دایره معنایش گسترده شده، از صرفا علوم رایانه‌ای یکم اومده بیرون. پس اولی شد آپدیت که ما براش به روز رسانی رو داریم که خیلی هم داره خوب استفاده میشه. به روز رسانی، اصرار این که بعضی از دوستان همچنان بگن آپدیت یکم اصرار عجیبیه. یه موقعی هم می‌خوایم وارد یک وبگاهایی بشیم. برای وبگاه قبلا هم اینجا صحبت کردیم، قبلا دوستان تارنما رو پیشنهاد کردن. تارنما خیلی رسا نبود، یعنی معنیش به خاطر اینکه وب دایره، تو دایره معنیش معنی تار عنکبوته، اومدن تارنما رو گفتن که تارنما خیلی هم رسا نبود هم کامل معنی رو در بر نمی‌گرفت. بنا رو روی این گذاشتن که وب رو به عنوان پایه نگه دارن و پسوندها یا بعد پیشوندهای بهش اضافه کنن. وبگاه در واقع اون چیزیه که ما حالا میگیم وبسایت، وبگاه براش تصویب شده. آدرس وبگاه معمولا میگیم نشانی دیگه. آدرس چیزیه که ما تو محاورات روزمره‌مون هم خیلی داریم، معمولا وقتی یه جا میخوایم بریم باید یک نشانی داشته باشیم و بریم. این هم خیلی راحت استفاده کردنش، نشانی هم خیلی زیباست، هم خیلی رساست. میگم واژه‌ای که انتخاب شده واقعا رساست، اونجور نیستش که ما فکر کنیم که الان چقدر باید تو اون لحظه به ذهنمون فشار بیاریم. نه. که معادل فارسیه رو بگیم. نشانی سایت رو بگین مثلا، یا مثلا حالا اون نشانی یا آدرسش رو بگیم. آره، بله. آرشیو که بایگانی، معمولا حالا پوشه هامون رو در اونجا نگهداری میکنیم. این هم تو خیلی از اداره ها ما واحد آرشیو و بایگانی. بله. داریم، یعنی باز جزء واژه‌هایی که مشترکه در چند تا نوشته شده آرشیو. بله، متاسفانه. ولی بایگانی کاملا جا افتاده. اپراتور کسیه که حالا تو یک زمینه یه تخصصی داره و با رایانه کار میکنه و ما براش واژه کارور یا عملگر،
خب قطعا کارور که واژه 100% فارسیه بهتره، کارور رو انتخاب کردیم. دقت کنید که کارور با کاربر فرق میکنه، این کاروره. کاربر یکم از نظر تمایز معنایی یک کوچولو با هم فرق میکنن. حالا من جلسات دیگه میگم، میترسم که اینجا واژه ها رو اگه بخوام همشون رو بگم یکم تو ذهن تداخل ایجاد کنه. پس اپراتور، ما به جای اپراتور میتونیم بگیم کارور یا عملگر. و دیگه همون چیزی که همه اینا تو دلش قرار میگیره در واقع رایانه است. رایانه یک واژه‌ایه که پیشینه خیلی زیادی در واقع مصدر یا ریشه این واژه در زبان فارسی داره. از دوره فارسی میانه، یعنی دوره فارسی میانه که ما میگیم یعنی دوره اشکانیان، از اون دوره ما یک فعلی داشتیم مصدر یا در واقع رایانی در داشتیم که اون کم کم به مرور زمان کاربردش رو از دست داد. تو متون کهن هست ولی از دست داد اون کاربردش رو، و وقتی که میخواستن این واژه رو براش تصویب کنن در دهه 50 هجری در واقع این تصویب شده، واژه رایانه رو که ابزاره در واقع پسفند ابزارم بهش اضافه کردن و یه واژه جدید ساختن که پیشینه خیلی زیادی در زبان داره ولی جدیده. دوستان فکر میکنن که رایانه یک واژه برساخته خیلی تازه است، در صورتی که واقعا خیلی از واژه‌هایی که فرنگستان مصوب میکنه واژگانی هستن که به نوعی سالها پیش، شاید هم مثلا صده ها پیش حضور داشتن در زبان و کم 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 رنگ شدن، دوباره اینا رو زنده میکنن، از دل تاریخ و زبان میکشن بیرون و یک معنای جدید، کاربرد جدید بهش میدن. این همین رایانه مصدری که وجود داشته در دوره فارسی میانه به معنی سنجیدن، مقایسه کردن، مرتب کردن، نظم و سامان بخشیدن، که همه اینا رو ما توی رایانه داریم میبینیم. در واقع یک دستگاهیه که این کارا رو برای ما انجام میده. خیلی هم عالی، خیلی متشکرم از شما. میخواین مرور کنیم؟ بله بفرمایید. که حالا چون چند تا واژه شد، اولیش که آپدیت بود، بله، به‌روزرسانی، بله، آدرس که میشه نشانی، آرشیو، بایگانی، اپراتور، کسی که کاری رو به ما تخصص داره، کاربر و رایانه هم که دیگه کامپیوتر. حالا دوستان شوخی میکردن میگفتن که رایانه و یارانه ممکنه که تو ذهن تداخل ایجاد کنه. این قاعدتا تو همه زبان ها هست دیگه، به خاطر هم‌آوایی که دارن، شباهت های آوایی که دارن، ولی تمایز معنایش باعث میشه که ذهن بلافاصله خودش اصلاح کنه این اشتباه رو. بله، خیلی ممنونم از شما خانم مرشدپور عزیز، اینقدر شما دلنشین و خوب صحبت میکنید که ما دوست نداریم کلام شما رو قطع بکنیم و با شما خداحافظی بکنیم، اما چه کنیم که زمانمون در این بخش تمام شده و باید با شما خداحافظی بکنیم.